اسلامی در صف مقدم دفاع از کشور است. دشمنان در صدد ضربه زدن به رکن رکین انقلاب یعنی ولایت فقیه هستند. اما تنها این صحنه های گویا باعث ترس رژیم نیست. با نگاهی به اظهارات وابستگان به خامنه ای، ابعاد وحشت رژیم از آنچه در تقدیرش است را بهتر می شود فهمید. جریان های انحرافی در طول این 32 ساله انقلاب 5 ویژگی مشترک داشتند: طرح سکولاریسم، حذف دین از عرصه حکومت، مقابله با ولایت فقیه، ترویج بدحجابی. این خطری است که بارها گفته ایم. 33 سال پیش ملاها دیکتاتوری مذهبی خود را با تحمیل حجاب اجباری به زنان به بهانه اسلام و دین آغاز کردند و طی این مدت تحت نام دین به هر جنایت و خیانتی نسبت به مردم ایران و مسلمانان دست زدند. چیز که نداند که انقلاب ما همه چیزش به دینه. اگر دین رو از انقلابمون حذف کنید، این انقلاب تغییر ماهیت داده. اگرچه همیشه بهانه آخوند ساخته و تجابی اهرمی برای ایجاد جبه ارعاب و سرکوب عمومی جامعه به طور کلی و زنان به طور خاص بوده است، اما حرفهای مقامات رژیم در این روزها و اظهارات آخوند خاتمی با حرفهای همیشگیشان در این باره تفاوت دارد. تفاوتش هم در تصریح آنها بر احساس خطری است که می کنند. آخوند احمد خاتمی: ترویج بدحجابی این خطری است که بارها گفته ایم. ربطی هم به زمستان نداره، ربطی هم به تابستان نداره. حجاب از مسلمات بی تردید دینه. آخوند علم الهدا: بی حجابی دارد جامعه دینی و ولای ما را به جامعه بی بند و بار مبدل میکند. مردم بجوشید و بشورید و جلوی بی حجابی را بگیرید. باید در عرصه اجرا با اقتدار نظام به میدان بیایید. یک روز و یک ساعتش هم دیر است و کار به جاهایی میرسد که قابل جبران نیست. پاسدار احمدی مقدم، سرکرده مزدوران انتظامی: پلیس برخورد با بدحجابی را از اردیبهشت ماه امسال آغاز کرده است و در صورتی که به شرایط مطلوب نرسیم شدت برخوردها افزایش می‌یابد. آخوند مکارم شیرازی: آمار بدحجابی، بیحجابی در جامعه افزایش یافته است. باید نیروی انتظامی با آنها برخورد جدی داشته باشد. افراد بدحجاب و بیحجاب باید از ادارات تصفیه حساب شوند. پاسدار جنایتکار احمد رضا رادان: در موضوع برخورد با بدحجابی و بدپوششی ما به صورت جدی برخورد میکنیم. این خطر واقعی است. تسلیم نشدن زنان آزاده ایران زمین به خواستها و سیاستهای زن ستیزانه حاکمیت آخوندی پیشاپیش نارضایتی فوران یافته مردم ایران از این رژیم وحشی که نتیجه اش را در ناتوانی ولی فقیه در مهار آن و پدیدار شدن آثار زهر شقه و شکاف بین خامنه ای و گماشته اش پاسدار احمدی نژاد می توانید. خطری که رژیم حس می کند همین پتانسیل انفجاری است که در هر فرصتی با شعار علیه ولی فقیه خودش را نشان می دهد. این که احمدی مقدم از وجود مزدوران انتظامی در صف مقدم دفاع از ولی فقیه در درون شهرها دم میزند به دو دلیل ساده است: نفرت مردم از تمامیت این رژیم و عدم توان مقابله با خشم مردم، زیرا ولی فقیه در ضعیفترین وضعیت درونی اش قرار دارد. احساس خطری که ایادی ریز و درشت رژیم از آن فریاد می کنند دقیقا بیانگر ترس و وحشت آنهاست.
از این روز که به سرکوب زنان می‌پردازند که البته مقاومت و ایستادگی زنان آن را به واقعی‌ترین حس برای رژیم تبدیل کرده است.